کنفرانس باهای گراند کانیون هست، یا به انگلیسی گراند کانیون باهای کانفرنس، که هر ساله در حوالی کریسمس این کنفرانس اجرا میشه. امسال از تاریخ 21 تا 24 ماه دسامبر این برنامه اجرا شده. این کنفرانس 28 سال پیش توسط یه مش جوان برگزار شده و همینطور ادامه پیدا کرده و واقعا هدف اصلی ما اینه که بیشتر جوان‌ها رو دور هم جمع کنیم، چون مدت تعطیلات و بهترین جایی که اینا همدیگر رو ببینن و در ضمن بزرگ سالام اینجا همدیگر رو میبینن سال یه بار، فامیلا ریونیون دارن اینجا و هدفمون واقعا همه که همه بیان همدیگر رو ببینن و در این هوای خوب و در این هتل خوب از وجود همدیگه لذت ببرن. امسال فکر میکنم همه برنامه ها و همه کنفرانس ها در مورد حضرت عبدالبها بوده، چون صدامین سال ورود به آمریکا بوده و برای همین ما هم موضوع برنامه رو بر روی حضرت عبدالبها و موضوع های مختلف در مورد ایشون، در مورد خانوادهشون، در مورد کارهایی که ایشون کردن، اثرات کارهایی که از سفر ایشون به آمریکا بوده سعی کردیم که در صحبت‌های مختلف این برنامه را اجرا کنیم. حضرت عبدالبها دقیقاً 100 سال قبل در حدود یک سال در سراسر امریکا سفر کردند. پیغام حضرت عبدالبها برابری بود، برابری سیاه و سفید، برابری زن و مرد، برابری فقیر و غنی. حضرت عبدالبها اینو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگه، از یک محفل به محفل دیگه انجام میدادن و موضوع صحبت امروز این دو مسئله بود. توی این ورکشاپ امروز شرکت کردم و جناب آقای باک و خانمش نازی ابدی باک راجب نطقی که حضرت عبدالبها در سال 1912 در دانشکده هاورد یونیورسیتی راجب صلح سفید پوستا و سیاه پوستا صحبت کردن و خیلی موضوع جالبی بود و استفاده کردم. بنده فرهاد روحانی هستم و صحبت بنده در مورد دیانت بهایی و یونیورسالیتی بود. البته مفهوم یونیورسالیتی در فارسی متداول نیست، ولی معادلش رو معمولا در علم اخلاق به معنای عمومیت به کار میبرن، ولی خب عمومیت به فارسی اون مفهوم یونیورسالیتی رو که یه مفهوم در اصل غربی هست و در قرن 18 متداول شده اون مفهوم رو نمیرسونه. برای همین بنده تاکیدم رو گذاشتم بر این که همون لغت لاتین یا انگلیسی یونیورسالیتی رو به کار ببرم. یونیورسالیتی در واقع سنگ زیربنای دیانت بهایی هست، در حقیقت حقیقت شاخصه دیانت بهایی یونیورسالیتی هست و منظور از یونیورسالیتی این هست که یونیورسالیتی تمام تعالیم بهایی رو توجیه میکنه، تمام احکام بهایی رو توجیه میکنه. هر امر اخلاقی یونیورسال یا قابل به اینه که یونیورسال بشه، یعنی کلیت داده بشه، عمومیت داده بشه، اگر نشه اون امر اخلاقی نیست. همین رو حضرت عبدالبها در خطابات میفرمان و من فکر کنم فقط یک بار هم میفرمان که میفرمان هر امر عمومی الهی است. به همین معنی میفرمان هر امر عمومی الهی است در فلسفه اخلاق میشه هر امر عمومی، هر امر یونیورسال اخلاقی است. اگر کوهی بکشان به هوای نبی، اگر راهی برسان به سرای امید، همیشه زنسان باش. اگر دستی برهان ز شکنجه بزرگ،
اگر چشمی به نگر به تنی ای نور تو هستی انسان بار تو ساله ما به طور متوسط 2500 نفر شرکت کننده داریم که شامل بزرگسالان، جوانان، دانشجویان، بچه‌های کوچک هستن و از کشورهای مثل استرالیا، ژاپن ما هر ساله شرکت کننده داریم. از انگلیس چندین خانواده میان، از کانادا که تعدادشون خیلی زیاده. هدف اصلی این کنفرانس اتحاد و خدمت به نوع بشره. از کلاس‌های بچه‌ها گرفته تا جوان‌ها، نوجوانان و دانشجویان و همینطور بزرگسالان. Twice is loud, here we go. Your heart. Let your heart. With loving. Loving kindness. Now we need everybody to get up with us. We have a dance move right here. Come up on stage, buddy. You know you want to do it. He's got a dance move for us. Here we go. I don't see you doing it. We gotta do it. Here we go. Is that the eighth? And just clap, 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 clap. Give him a round of applause. Good job, man. Good job. Thanks a lot. And just clap, 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 clap. Just clap. Just clap, clap, clap. We're gonna go double time. Two, three, four. Just clap, 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 clap. Just clap, 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 clap. And twice as fast. Here we go now. Move those burning hands. All right. Twice as fast. Here we go. One more time with the chorus and we're over. Let your heart, let your heart burn with loving, burn with loving, with loving kindness. Everybody throw your hearts up like this. Let your heart burn with loving, yeah, with loving kindness, with loving kindness. آغاز تجدد زمانی است که از درون خود کلیسا عده‌ای اومدن و گفتن که دو نوع حقیقت وجود داره. یه حقیقتی است که عقل بهش میرسه، یه حقیقتی است که وحی منتقل میکنه. سنت تامس اکوینس معروف اولین متفکر مسیحی است که این حرف ها رو در غرب میزنه. 150 سال قبل از اکوینس در ایران خود ما این همین حرف رو ابن سینا میزنه. شما رسائل ابن سینا رو که نگاه میکنید، رسائل ابن سینا میگه که دو راه برای رسیدن به حقیقت هست. یه حقیقتی است که خدا میدونه و به ما وحی میکنه، یه حقیقت هم است که از طریق عقل نقاد خودمون بهش میرسیم. و استدلالش هم اینه که اگر خدا نمیخواست ما از این عقل نقاد خودمون استفاده بکنیم، حتما این قدرت رو ما نمیداد. اگر قدرت تفکر، تعقل، شک کردن در ما وجود داره، که وجود داره، پس این بخشی از میراث الهی است و نمیتونه با مفهوم توحید تضادی داشته باشه. این به نوعی آغاز تجدد در غرب، سنت تامس در غرب. در ایران شبیه این حرف را همونطوری که عرض کردم زدند، ولی دیدیم چه بلایی بر سر ابن سینا ها آوردن. بله، من در صحبت دکتر عباس میلانی شرکت کردم در مورد تاریخ ایران و اینکه ما ایرانی ها در تاریخ خودمون
تجددگرایی داشتیم و داریم و میتونیم از تاریخ خودمون استفاده بکنیم که یک بنیانی رو برای کشور بسازیم که آینده کشور رو درست بکنه وجود داره و احتیاجی نداریم که به فرهنگ غربی نگاه بکنیم یا به جاهای دیگه یا به عرب نگاه بکنیم که برای اینکه اون هویت خودمون رو کشف بکنیم. اگر به خودمون نگاه بکنیم در هویت خودمون وجود داشته و داره و اون رو دوباره میتونیم تجدید زندگی بکنیم و تجدید حیاتش بدیم. این دو تا مطلب برای من خیلی مهم و جالب بود. The unseen, the Lord of creation. Alazim atul Allah, Rabbi ma yura, wa ma la yura, Rabbi alamin. سه قسمت برنامه داریم. قسمت اصلی برنامه به انگلیسی هست که صبح‌ها و شب‌ها این برنامه به انگلیسی هست. بعد از ظهرها ما به سه زبان مختلف برنامه داریم: فارسی، انگلیسی و اسپانیولی. دلیلی که اسپانیولی میاریم به خاطری که اخیراً ما دیدیم که علاقه‌مندان اسپانیولی به این کنفرانس خیلی زیاد شدن و سعی داریم می‌کنیم که برای اونها هم یه برنامه جداگانه داشته باشیم. Y así como empezamos a ayudar a construir comunidad con nuestras actividades centrales. Entonces, eso es lo que se nos está pidiendo ahorita a nosotros. مختلفی به هیئت مدیره این کنفرانس کمک میکنن در گروه های کلاس های بچه ها، کلاس های نوجوانان، کلاس های جوانان، افراد سیکیوریتی هستن برای ثبت نام یه دیزیار داریم. مجموع اینا حدود 70 تا 80 فرد هستن. همه این عزیزانی که به ما کمک میکنن داوطلب هستن و عده زیادشون در این 3-4 روزی که اینجا ما هستیم روزی 16 تا 18 ساعت کار میکنن و بدون که هیچ حقوقی از ما بگیرن، که واقعا بدون وجود اونها این کنفرانس قابل اجرا نیست. و واقعا من باید از هتل که با ما همکاری صمیمانه انجام میده از اینا هم تشکر کنم، چون هر ساله به ما کمک میکنن که ما بتونیم این کنفرانس رو بهتر و بهتر بکنیم. حضور جوانان و بچه‌ها خیلی برام جالب بود. هیجانشون، خدمتشون، هماهنگیشون، همه چیز برای من واقعا بی نهایت جالب بود. دوستای عزیزم رو که خیلی وقت پیش بود ندیده بودم الان امشب میبینم، خیلی خوشحالم. اصلا نمیتونم خوشحالیمو برای شما وصف کنم.
تو برنامه‌هایی که این دو روز گذشته من شاهدش بودم برنامه‌های بسیار فوق‌العاده‌ای بود. من اولین باری بود که توی یک کنفرانس بزرگ شرکت می‌کردم، ولی به نظرم میرسه که بی‌نظیر بود، عالی بود. از اجتماعی بزرگی که برگزار می‌شد و در سالن‌های متفاوت و مخصوصاً برنامه موسیقی زنده‌ای که اجرا می‌شد. اسم من تالا هست، منم از لس آنجلس هم اومدم به این کنفرانس، خیلی خوب بود. منم لیلام از سان فرانسیسکو اومدم اینجا، برای ما این کنفرانس خیلی جالب بود. هنر، ای ایران، ای مرز پرگوهرت، ای خاک از سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای ایران، ای ایران، ای مرز پرگوهرت، ای خاک از سر چشمه هنر. Not the Baha'i version. ای جوانان قرن یزدانی، ای شما کاخ صلح را بانی، چشم امید ما به سوی شماست. ای جوانان قرن یزدانی، ای جوانان قرن یزدانی، چشم امید ما به سوی شماست. ای جوانان قرن یزدانی. چشم امید ما به سوی شماست. ای جوانان قرن یزدانی، ای جوانان قرن یزدانی، ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده ما نیت و جاودان.